محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با ماست. آقای ماشینچیان، از نظر سیاست گذاری علت این افزایش قیمت چیه؟ درود بر شما. ما دو تا مسئله اساسی داریم در صنعت خودرو. اولی سنجه‌های کلان اقتصاد ایران و دوم انحصار. در مورد سنجه‌های کلان اقتصاد به تفصیل گفته ایم. کشوری که تورم مزمن داره، قدرت خرید مردمانش دائم کاهش پیدا میکنه و سطح عمومی قیمت‌ها همواره در حال افزایشه در چنین فضایی. این طرف قضیه تولید و به طور کلی فعالیت صنعتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران توجیه اقتصادی دیگه نداره. لذا هرچند خودروساز از انحصار برخورداره، اما در عین حال زیانده است. مسئله دوم همونطور که عرض کردم انحصاره. انحصار باعث میشه که رقابت دیگه عملا وجود نداشته باشه. خودروساز هم دلیلی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت نبینه. ملاحظه میکنید که در ایران صنعت خودرو مثل خیلی صنایع دیگه‌مون ماهیت کسب و کار بودن و صنعت بودن رو از دست داده و تبدیل به یک تیول شده. انتخاب مدیران خودرویی عموما جنبه سیاسی داره، جنبه توزیع رانت داره و در چنین شرایطی طبیعیه که قیمت‌ها افزایش پیدا کنه. در مورد این آزادسازی قیمت خودرو در الان سالهاست بحثه. دو تا نگرش هم وجود داره که اگر آزاد بکنیم کامل و خودروی خارجی بیاد، امکان رقابت صنعت داخلی وجود نداره، ورشکست میشن و تولید داخل نابود میشه. از طرف دیگه بعضیا میگن که باید اجازه بدیم محصولات خارجی بیاد تا رقابتی تر بشه فضا. کجا میشه این بالانس رو پیدا کرد که هم صنعت داخلی بتونه رو پاش بیسته، هم مصرف کننده نهایی گزینه‌های بیشتری برای انتخاب داشته باشه؟ به قول استاد گرامی های دکتر عبدو، من حالا نقل به مضمون میکنم، در نتیجه این مدل سیاست گذاری که ما در ایران الان داریم، صنعت خودرو ما یک کودک 50 سال است که هنوز قادر نیست روی دو پای خودش بایسته و راه بره. و خب در چنین شرایطی وقتی که مردم ایران عملا نیم قرن اسیر این خودروسازهای بی کیفیت هستن، همون بهتر که این صنایع واقعا ورشکسته بشه. مضاف بر این، ملاحظه میکنید که این خودروسازی مثلا مستقل داخلی ملی ما عملا داره محصولات رده سوم و چهارم بقیه دنیا رو داره تولید میکنه دیگه. دارن پژو تولید میکنن، کیا تولید میکنن و از این قبیل. خب چرا اجازه ندیم که خود این شرکت ها بیان و در ایران فعالیت؟ ببینید، بازار ایران یک بازار جذاب برای هر خودروسازی. اگر اینها عمل فعالیت نکنه، اگر ایران خودرو فعالیت نکنه، خب خود پژو میاد اونجا به فرض اینی که ما یه ارتباط نرمالی با دنیا داشته باشیم، یا هر شرکت دیگری میاد، اونها در این بازار با یکدیگر رقابت میکنن و در نتیجهش مصرف کننده ایرانی منتفع میشه. اما در شرایط فعلی اینها یک قفسی درست کردن، مردم ایران رو اسیر کردن و در نتیجهش، حالا این درسته که انحصار، درسته که ران توضیح میکنن یه عده بسیار انگشت شماری ازش منتفع میشن، اما همونطور که عرض کردم در چنین شرایطی خود خودروساز هم زیانده است. یعنی وقتی صورت‌های مالی این خودروسازها رو ما نگاه میکنیم، اینا سودی که ندارن، فقط دارن زیان میدن. این زیان رو هم دوباره مردم ایران باید بپردازن، مبلغشون، هزینهشون. حالا در این مدت اخیر، چند سال اخیر به خصوص، من متوجه شدم که تعداد زیادی خودروهای چینی میاد که اصلا اسم بسیارشون رو من نمی‌شناسم. یعنی شما در غرب و مابقی دنیا کمتر با اونها آشنا دارید. میدونم که البته بازارهایی در آسیا دارن. چقدر اون رو بازار تاثیر گذاشته و چقدر کاربران ایرانی دارن استقبال میکنن یا استقبال نمیکنن از این خودروهای چینی؟ ببینید، عملا مردم ایران انتخابی ندارند. شما انگشت شمار تعداد انتخابهایی که مردم ایران دارند، خب توی بازاری که انحصاریه، وقتی شما به هر حال یه بدیل، یه انتخاب سومی به مشتری میدی، طبیعیه که از اون انتخاب سوم استقبال بشه. اما موقعی میشه واقعا این رو سنجید، اقبال یا عدم استقبال مردم رو، که بازار آزادی وجود داشته باشه، انتخاب وجود داشته باشه و اونجا ببینیم مردم چی رو انتخاب میکنند. فکر میکنید هیچ راه برون رفتی از این بحران کنونی برای صنعت خودرو ایران وجود داره، یا همین سیستم کجدار و مریض که یکم خودرو وارد بشه با مالیات سنگین، خودرو تولید کننده داخلی هم سوبسید حکومتی بگیره و اینها ادامه پیدا میکنه؟
موضوع گروه های زینفع بزرگ و قدرتمندی ما داریم امروز در صنعت خودرو. همونطور که ملاحظه میکنید و عرض کردم، مدیران خودرویی همیشه به صورت سیاسی انتخاب شدن و عملا بعیده که در شرایط فعلی، در حکومت فعلی، اجازه بدن که این فضا صنعت خودرو باشه واقعا. اما راه حلش به هر حال آسانه، راه حلش ساده است. تا جایی که به علم اقتصاد مربوط میشه، تا جایی که به علم سیاست گذاری مربوط میشه، راه حلش آزادسازیه. راه حلش این است که اجازه بدیم مردم ایران انتخاب داشته باشن، سایر خودروسازها وارد این بازار بشن، چه در داخل کشور تولید کنن، چه در خارج از کشور تولید کنن و وارد کنن و اونجا. اما در شرایط فعلی و این سپهر سیاست گذاری که ما الان در ایران داریم، تقریبا غیر ممکنه که چنین اتفاقی بیفته و به نظر میرسه که تا جایی که چشم کار میکنه، مردم کماکان اسیر این شرایط واقعا غیر منطقی باشند. ممنونم از شما محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با ما.